سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 ماه میزان سال 1396 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. خواسته حامد کرزی برای برگزاری لویه جرگه انعنایی درباره اوضاع افغانستان. ما ضرورت پیدا داریم که مردم افغانستان در یک لویه جرگه انعنایی مردم افغانستان با هم بشینیم. انتقاد مشاور شورای امنیت ملی از وجود فساد اداری در نهادهای امنیتی کشور. دوستی، غارت و در برابر نقض حقوق بشر و شهامت اسلامی شد. هشدار رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از ادامه مداخله ها در کار این کمیسیون. برگزاری نخستین دیدار رفت مرحله نیمه نهایی ششمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز. و توافق جنبش فلسطینی حماس با حزب فتح درباره یک پارچگی سرزمین های فلسطین. خبرها. رئیس جمهور پیشین خواهان برگزاری لویه جرگه انعنایی است. حامد کرزی میگوید که برای بعض درباره اوضاع کشور، چگونگی روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان و به ویژه رایزنی درباره راهبرد تازه واشنگتن در برابر افغانستان نیاز به برگزاری لویه جرگه انعنایی است. رئیس جمهور پیشین راهبرد تازه واشنگتن را پیام آور جنگ میداند و از حکومت میخواهد که زمینه برگزاری لویه جرگه را فراهم سازد. آقای کرزی طالبان را هراس افغان نمیداند و از گروه طالبان نیز خواست تا در این جرگه شرکت کند. کریم امینی گزارش می‌دهد. ارکنشین بازنشسته، سیاستگر منتقد حامد کرزی فراخوان لوی جرگه انعنوی می‌دهد، هرچند می‌پذیرد که وی صلاحیت فراخوان برای جرگه را ندارد. همه با هم جمع شویم و صحبت کنیم و بحث کنیم که در این خاک ما چی می‌گذره، به دستی که میگذره، برای نفی که میگذره. رئیس جمهوری پیشین راهبرد تازه واشنگتن در افغانستان و جنوب آسیا را پیام آور جنگ میداند. نوی استراتژی در افغانستان و در منطقه پر متاسفانه مرسته دو سوری پیام ندارد، بلکه در جنگ در دیر دو پیامی دارد، بلکه په منطقه که در قابطونه در دیر دو پیامی دارد. آقای کرزی میگوید که در نامه از طالبان خواسته است که آنان نیز در این جرگه شرکت نمایند و تعریفش از طالبان این گونه است. عملی که باعث کشتار فرزند و جوان و طفل افغانستان در شهرها و در اطراف میشه و او به دست طالبان اگرشه او تروریستی است، ولی خود گروه طالبان را ما جز مردم افغانستان میدانیم. ریاست جمهوری درباره لوی جرگه انعنوی چیزی نمیگوید، اما راهبرد تازه واشنگتن را پیام آور جنگ نه بل کمک کننده به صلح میداند. استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا به منظور تامین صلح و ثبات دائمی در منطقه و بر اساس دیدگاه ها و نظریات مردم و حکومت شکل گرفته است. با احترام به نظرات سران سیاسی کشور، گاهی راه‌های مطرح میشه و همه‌طور قبول میکنیم که با نیت نیک، اما در چارچوب قانون گنجایش نمیداشته باشه. حامد کرزی میپذیرد که پاکستان هیچ گاه در سیاست‌هایش در برابر افغانستان صادق نبوده است، اما تاکید می‌ورزد تا هنگامی که افغانستان و پاکستان میان خود به صلح نرسند، صلح در افغانستان ممکن نخواهد بود.
گفته های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین درباره برگزاری لویجرگی عنعنه‌ای با واکنش نمایندگان شورای ملی و برخی از احزاب سیاسی روبرو شدند. اعضای شورای ملی برگزاری چنین جرگه‌ها را مخالف قانون اساسی کشور می‌دانند و می‌گویند که مشکلات افغانستان باید از راه‌های قانونی حل شوند. آنان تاکید می‌ورزند که آقای کرزی با این گونه تلاش‌ها می‌خواهد خواست‌هایش را بر حکومت تحمیل کند. انیسه شهید گزارش می‌دهد. بر بنیاد ماده 110 قانون اساسی لوی جرگه، اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایت‌ها و ولسوالی‌ها اعضای این لوی جرگه را تشکیل می‌دهند. وزیران، رئیس و اعضای دادگاه عالی و لوی سارنوال در نشست‌های این جرگه شرکت کرده می‌توانند، اما حق رأی ندارند. بر بنیاد ماده 111 قانون اساسی، لوی جرگه در هنگام اتخاذ تصمیم درباره مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح اولیای کشور، تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور برگزار می شود. ما به عنوان یک دولت مدرن، در یک جامعه جدید بین المللی، باید برای گشودن مشکلات خود ما با قانون متوسل شد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برخی از حاکمان قدرت از بحر مشروعیت دهی به خودشان و به کرسی نشاندن هدفهایشان لوی جرگه های عنعنه‌ای را برگزار میکنند. جانباب کرزی صاحب در فکر جرگه مشروعیتی دیگه باید بیشتر نباشند. اگر باشند اون جرگه قانون اساسی دیگه اصلا مسائل امده کشور فیصله کنند کار خوبی است. هر شیوه و عمل کردی که او بر ثبات افغانستان و بهتر شدن وضعیت خصوصا وضعیت امنیتی افغانستان کمک میکنه و فاصله های مردم حکومت را نزدیک میسازه، چی اولوی جرگه بوده باشه، چی اصلاحات اساسی در حکومت بوده باشه، ما ایر استقبال میکنیم. آقای کرزی در حال خواهان برگزاری لوی جرگه عنعنه‌ای شده است که وی در سال 1390 در برابر رأی مثبت نمایندگان لوی جرگه عنعنه‌ای درباره امضای توافقنامه راهبردی با ایالات متحده آمریکا مخالفت کرد. دانمونو دا فیصله جناب زاده تایید کرد. بالکل شهید. این امضا کو کردید. بعد از اونکه مخالفت کردن ما میدونیم. حامد کرزی در سال 1381 بر بنیاد تصمیم لوی جرگه اضطراری به حیث رئیس دولت انتقالی برگزیده شد. پس از آن آقای کرزی در سال 2010 لوی جرگه مشورتی صلح را برای تایید برنامه صلح برگزار کرد. مشاور شورای امنیتی ملی کشور هشدار می‌دهد که فساد در نهادهای امنیتی یک پدیده خطرناک است و فساد اداری و تفرقه میان مردمان کشور تهدیدهای جدی در برابر کشور هستند. آقای اتمر تلفات بلند نیروهای امنیتی را نیز نگران کننده می‌داند و می‌گوید که آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی، مبارزه با فساد، سربازان خیالی و نیز کاهش تلفات بلند نیروهای دولتی کشور از خواست‌های جامعه جهانی از افغانستان هستند و اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تا 4 سال آینده تشخیص خواهند شد. گلاب الدین غبار گزارش می‌دهد. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی هنگام سخنرانی در همایش فرماندهان حوزه‌های ساحه‌ای و لواهای سرحدی پلیس در کابل از کمک‌های جامعه جهانی به نیروهای افغان سخن می‌زند و می‌گوید که به زودی چرخبال‌های جنگی نو در اختیار این نیروها قرار داده خواهد شد. آقای اتمر جنرالان وزارت امور داخله را از بحر وجود فساد اداری و سربازان خیالی انتقاد می کند. اما طوره که در برابر تروریسم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما می خواهند که به می شکل در برابر فساد، در برابر ظلم، در برابر دزدی، غارت و در برابر نقض حقوق بشر به می شهامت استاد شویم. حنیف اتمر تاکید می‌ورزد که شماری هراس افغانان در افغانستان در سالهای اخیر 3 برابر شده است، اما حکومت افغانستان در جنگ با این گروه‌ها برنده است. نهادهای دولتی که از اونا در این منطقه حمایت میکنه، زمینه مساعد شد تا گروه‌های مختلف از تروریست‌های خارجی را هم داخل کشور بسازد تحت عناوین مختلف. تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که من در خدمت شما بودم نسبت به او زمان امروز 3 چند افزایش یافت.
پلانهای شش ماه گذشته که چی گذشت و چی کامیابی ها و کدام نقصه ها در او پلان موجود بوده او را شریک ساخته. مشاور امنیت ملی با اشاره به کشته و زخمی شدن چندین تن در نتیجه اعتراضات ماه جوزا در کابل میگوید که واکنش های خشن نیروهای امنیتی غیر قابل پذیرش است و از آنچه که استفاده سو از احساسات جوانان از سوی شماری از جریان های سیاسی میگوید نیز انتقاد میکند. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد که اگر مداخله ها در کاری نهاد قطع نشوند از سمتش کنار خواهد رفت. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان مدیران کنونی کمیسیون های انتخاباتی را در برگزاری یک انتخابات شفاف ناتوان می گوید و در گزارش از نگرانی مردم درباره مداخله حکومت در کار انتخابات انتقاد می کند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا کنون حکومت در کارهای این کمیسیون مداخله نکرده. مسعود انصار در این باره گزارش آماده ساخته. یافته های این گزارش نشان می دهد که بیشتر شهروندان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی می خواهند تا انتخابات برگزار شود. اما رهبران حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف تمایل ندارند. انتخابات افغانستان امروز تضمین شده بر ثبات افغانستان. یعنی هر نوع سلنگاری، هر نوع کوتاهی توسط شرکای انتخاباتی امکان داره ثبات افغانستان بر هم بزنه. حکومت تر اوس پوری یعنی زد ویلی سما چه تر اوس پوری مداخلت پا کارونو که نده کرده. اما رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روند کنونی در کار کمیسیون های انتخاباتی را تأسف بار می داند و هشدار می دهد هرگاه مداخله ها در کار این کمیسیون قطع نشوند از سمتش کنار خواهد رفت. اونمو کسایی که در گذشته در تقلب دست داشتن شما متهم میکردین، طرف شما بودین، در حقیقت اعتراف میکردین که اینا کسایی بودن که نتانستن انتخاباتی 2014 را برگزار بکنن، اونمو مردم همی لازه حضور دارن در کمیسیون را. چگونگی استفاده از فن آوری و خریداری آن نیز با انتقادهای روبرو شده است، چنانه که حتی رئیس جمهور در تازه ترین حکمش رئیسان اداری زون پایتخت، توزیع شناسنامه های برقی، اداره احصایی مرکزی و یکی از آموزگاران دانشگاه پلی‌تکنیک کابل را موظف ساخته است تا از روند فراهمسازی تجهیزات مورد نیاز انتخاباتی نظارت نمایند. تنها تکیه روی نظارت حکومت نمیتونه که اصل شفافیت در این مسئله تامین کنه. بهتری خواهد بود که نماینده های با صلاحیت جامعه مدنی و احزاب سیاسی در این پروسه دخیل می بودند. در این گزارش نهاد انتخابات شفاف افغانستان آمده است که 41% مردم به کار کمیسیون های انتخاباتی باور ندارند. در نخستین دیدار رفت مرحله نیمه نهایی ششمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان امشب تیم های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز با هم رو در رو می شوند. پس از حکومت سردار محمد داوود خان این نخستین بار است که رقابت های فوتبال در کشور شب هنگام برگزار می شوند. کریم امینی خبرنگار تورو نیوز در ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور همین اکنون حضور دارد. کریم، درباره چگونگی برگزاری رقابت های فوتبال آن هم شب هنگام میخواهم بیشتر از خود بفهمم این کار چگونه جناب یافته فراراه انجام این کار سطح های هم وجود داشته؟ وحید، هم دشوار، هم پرهزینه و هم بی پیشینه حداقل در چند دهه پسین این شیوه برگزار میشه در بر فوتبال در کشور، چنان که میدان فوتبال لیگ برتر افغانستان که حال ما در اونجا حضور داریم دیده میشه که با چراغ‌های معیاری پذیرفته شده فیفا روشن شده در چهار طرف میدان. چراغ‌ها اگر در تصویرم ببینین شما و میدان یک چهره تازه را به خودش گرفته و این نصب چراغ‌ها به شیوه ای که آل انجام شده در حدود $500,000 هزینه برداشته و تا حداقل از زمان داوود خان تا کنون در کشور پیشینه نداشته که فوتبال شب هنگام به این شیوه و با اینمی شور و شوقی که فعلا ادامه داره اینجا در ورزشگاه فوتبال برگزار شوه که آل انجام میشه. شش روز دربر گرفته تا میدان آماده شده برای انجام بازی های شب هنگام و
روشن شده با چراغ‌های معیاری و پذیرفته شده با معیارهای فیفا. و رقابت در هنگام شب برای ورزشکاران و همچنان دیدار این چنین رقابت برای حاضران در ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور تجربه دگرگون بوده. خب بازی هنوز آغاز نشده، خدا کنه که شما صدای من را به درستی بشنوین، چون اینجا شور و شوق مردم بسیار زیاد هست، سر و صدا بسیار زیاد هست، اما این دیدار بین شاهین آسمایی است و همچنان تیم فوتبال سیمرغ البرز، نخستین دیدار رفت مرحله نیمه نهایی ششمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان هست. شاهینی که در کارنامه‌اش سه بار قهرمانی را داره در پنج دور گذشته رقابت ها و همچنان سیمرغی که تا فعلا تجربه نکرده قهرمانی را و در کارنامه‌اش نداره، اما برای ورزشکاران و همچنان کسایی که برای بازدید این بازی ها آمدن یک تجربه بسیار تازه است. مردمی که در اینجا جمع شدن و پیمانی بسیار زیاد آمدن از زنان و مردان و جوانان و اینا، همگی ورزشگاه چهار طرفش پر شده تقریبا، و چون در وقت شب هم وقت بیکاری است، مردم از کار فارغ میشن و هم وقت خوبتر و زیادتر دارن که فوتبال بیشتر ببینن، و برای فوتبالیست هم یک تجربه خوب است، چون هوا سرد است و اینا میتونن به راحتی بازی ها را انجام بدن. تشکر آقای امینی از حضور در برنامه با ما. و بیننده های گرامی، خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. جنبش فلسطینی حماس از رسیدن به یک توافق سیاسی با حزب فتح خبر می‌دهد. اسماعیل هانیه رهبر حماس می‌گوید که دو طرف در گفتگوهایشان در قاهره پایتخت مصر به این توافق دست یافتند. انتظار می‌رود که بر بنیاد این توافق سرزمین‌های فلسطین یک پارچه شوند و یک دولت بر تمامی این سرزمین‌ها حاکم باشد. پیش از این حماس و فتح با هم اختلاف‌های بسیار داشتند. جنبش حماس و حزب فتح که از سال 1386 هجری خورشیدی به این سو اداره نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را به گونه جداگانه به دست داشتند، اکنون به یک توافق سیاسی رسیدند. انتظار می رود که نتیجه این توافق یک جا شدن سرزمین های فلسطینی و یک پرچگی موقف آنان در برابر اسرائیل باشد. در همین حال شهروندان فلسطین از این توافق استقبال می کنند. با این توافق همه چیز خوب خواهد شد. همگی از این توافق راضی هستند. من هم بسیار خوشحال هستم و شاید شلیک های شادی ها نکنم. اما برخی از این فلسطینیان این توافق را با احتیاط دنبال می کنند. امیدواریم که دو طرف یک پارچه شوند و بتوانند مردم را متحد بسازند. این آرزوی هر فلسطینی است. سیاستگران فلسطینی همواره میگن که توافق ممکن است، اما هیچ گاهی به توافق راستین نمیرسند. امیدواریم که این بار برای مردم به توافق واقعی رسیده باشند. جنبش فتح و حماس در سال 1386 هجری خورشیدی اختلافهای گسترده پیدا کردند و نیروهای حزب فتح از غزه اخراج شدند. پس از آن اسرائیل نیز تحریم‌های فزاینده بر غزه وضع کرد. و کمیسیون انتخابات پاکستان برای دومین بار خواستار بازداشت عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان شده. این کمیسیون میخواهد که عمران خان بر بنیاد شکایت یکی از اعضای بلندپایه پیشین این حزب که او را به بدرفتاری و فساد مالی متهم ساخته بازداشت شود. بعد از خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. با این همچند خبر اقتصادی. رئیس عواید وزارت مالیه میگوید که تصمیم مجلس نمایندگان درباره لغو شدن 10% محصول بر خدمات مخابراتی در کشور درآمدهای حکومت را سخت ضربه خواهد زد. در همین حال یک عضو مجلس نمایندگان میگوید که فیصله این مجلس در این باره نهایی نیست و این کار به تایید مجلس سنا نیاز دارد. زرمینه محمدی گزارش میدهد.
مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه به علت تأخیر در کار ساخت سیستم شفاف برای گردآوری محصول خدمات مخابراتی، گردآوری این محصول را با اکثریت آرا لغو کرد. اکنون وزارت مالیات در واکنش به این کار مجلس نمایندگان میگوید که لغو شدن محصول خدمات مخابراتی بر درآمدهای حکومت ضربه وارد میکند و باید منبع دیگر درآمد برای تمویل بودجه ملی جستجو شود. این وزارت تاکید دارد که امسال 152 میلیارد افغانی برای گردآوری درآمدها به حکومت هدف تعیین شده است و حکومت مکلف بر گردآوری آن است. همدغه شی په بودیجه کې پارلمان موږ ته منظور کړی دی من حیث د یو عایداتي منبع، یعنی تر که چیرې دوی غواړي چې دا منبع د منځه یوسي، موږ باید د خپل د بودیجې د تمویل لپاره یو بله عایداتي منبع ولرو. په همدې کې تر اوسه پورې د پارلمان سره موږ په جریان کې یو. در این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگن که حکومت قادر به ساخت نظام شفاف برای گردآوری مسئول خدمات مخابراتی نیست و پولهای زیادی در دو سال گذشته حیف و میل شده است. ده ماه مثلا از سال مالی 96 گذشته تا حال نتونستن یک برنامه درستی برای جمع‌آوری نمی پول ارائه بکنن. این لحاظ یک فساد آشکارایی بود که باید جلوی فساد گرفته میشد. از پولی که تا حالا دادن حساب داده بشه، از ما باید برای قانع بسازن چقدر پول جمع شده، چقدر پول به خزانه حکومت اومده، چقدر حیف مل شده. وقتی که ما را قانع ساختن، کسانی که اگر سوء استفاده کردن به محکمه برن. روند گردآوری مسئول خدمات مخابراتی با کمک شرکت‌های مخابراتی همواره انتقادهای جدی مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. اما پیش از این وزارت‌های مخابرات و مالیه بارها شفاف بودن روند گردآوری این محصول سخن گفتند. ولی هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی با 15 پول، یک یورو 80 افغانی با 55 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. بر تازه های ورزش هم بعدتر. پس از حکومت سردار محمد داوود خان برای نخستین بار، شهروندان کشور باری دیگر گواهی برگزاری رقابت فوتبال از طرف شب هستند. شماری از خانواده ها و دلبستگان فوتبال از بهر تماشای دیدار رفت مرحله نیمه نهایی ششمین دور رقابت های فوتبال لیگ برتر افغانستان میان تیم های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز به ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور آمدند و از نزدیک این بازی را تماشا میکنند. این نخستین بار است که چراغ های ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور برابر با معیارهای پذیرفته شده فیفا نصب شده است و اکنون دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فرجامین دیدار این پیکارها زیر نور امین چراغها و از طرف شب برگزار خواهند شد. اینان ورزشکاران ورزش‌های زورخانه‌ای کشور هستند که از بهر شرکت در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا رأس سپار نیپال هستند. فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای میگوید که با توجه به دستاوردهای این فدراسیون از رقابت‌های آسیایی و جام جهانی افغانستان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این پیکارها به شمار می‌رود. این ملی پوشان می‌گویند که آمادگی‌های خوب دارند و اکنون نیز با انگیزه بلند و به دست آوردن مقام قهرمانی پا به این پیکارها می‌گذارند. رقابت‌های ورزش‌های زورخانه‌ای به گونه تیمی و انفرادی در بخش‌های کباده، میلبازی، سنگ، چرخ تیز، چرخ چمنی و کشتی و پهلوانی با حضور 8 کشور جنوب آسیا و میزبانی نیپال برگزار خواهد شد. تیم والیبال معلولان مواد نفت ایراد فاتح رقابت والیبال در ایراد شد. در فرجامین دیدار این رقابت ها که در تالار ورزشی میرویس صادق برگزار شد، معلولان مواد نفت ایراد با شکست دادن تیم والیبال ایثارگران قادری جام قهرمانی را به دست آوردند.
در این حال شماری از ورزشکاران از نبود امکانات ورزشی در ولایت ایراد نیز شکایت دارند. این پیکارها با حضور 4 تیم زیر نام گرامی داشت از روز معلم برگزار شده بودند. مصطفی فیض در کنار صبور بریزاده مدیر شاهین آسمایی و همچنان مربی شاهین آسمایی. مصطفی فیض هم با عنوان بازیکن هم با عنوان مربی تجربه قهرمان شدن از داره در رقابت‌های لیگ برتر افغانستان. عبدالحق فیضی و سلیمان بابکلانوف مربیان سیمرغ البرز نماینده زون شمال افغانستان، ولایت‌های سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان و فاریاب. عکس یادگاری بازیکنان سیمرغ البرز تیم نارنجی پوش لیگ برتر فوتبال افغانستان و این هم عکس یادگاری بازیکنان شاهین آسمایی و نماینده زون پایتخت افغانستان. بینده‌های گرامی، برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 458 به تماس شوید و سپس کلید یک را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.